الطیبین. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. اینم باز یکی از اون موارد یا نکاتی است که عرفا خیلی تکرار میکنن، میگن جنس ها جاذب همه. در جهان یک جاذبه ای وقتی به چیزی وارد میشه، در اون طرفی که جاذبه رو وارد میکنه یک چیزی هست مشترک با این چیزی که داره جذب میکنه، و این هم باز از نکات خیلی مهمه. حالا یه پلی بزنم بین این نکته مهم و اون صحبت قبلی. وقتی من مرکز یک عالم خیالی نشستم و المان‌های زیادی دور من هستن، هر کدوم از این المان‌های عالم خیال من با یک چیزی از جنس خودشون یه رابطه کششی ایجاد میکنه، و این رابطه کششی به صورت یک فکر در من بلند میشه. اگه ما نشستیم دائم تو سرمون افکار مختلف میاد، گستردگی این افکار یا کثرت این افکار نسبت مستقیم داره با کثرت المان‌های عالم خیال من. هر چی عالم خیال من فراختر باشه، من بیشتر مورد تاخت و تاز این افکار قرار میگیرم، چون در من یه چیزی هست که داره یه چیز دیگر بیرون مثل خودش جذب میکنه. حالا این میل به شکمه، میل به زیر شکمه، میل به پس کله است، هر چیه میره میگرده یه چیزایی مثل خودش رو پیدا میکنه، میکشه میاره برای من. قبل از اونم که یعنی این رابطه به صورت فکر در من بلند میشه. پس در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، این خیلی مهمه، و در عالم خیال ما همه المان ها دنبال جذب یک المان های شبیه خودشونن از بیرون. قسم باطل باطلان را می کشن، باقیان از باقیان هم سرخوشن. به طب دیگه حالا بسته به حال و روز این المان های وجودی من، اون چیزهایی که جذب من میشه تعیین میشه. اگر باطل باطلان را میکشن و اگر جزء باقیان باشن، باقیان را میکشن. ناریان مرد ناریان را جاذبن، نوریان مرد نوریان را طالبن. حالا با فرمای مختلف همین مطلب رو چند بار دیدیم که تکرار کرد مولانا. من که در مرکز یک عالم خیالی هستم، اگر اتفاقی که میفته من نگاه این اتفاق میکنم، فقط اون المانهایش رو میبینم که یعنی اون اتفاق رو طوری میبینم که با این المانهای عالم خیال من یک رابطه ای داشته باشه. اگر در عالم خیال من هیچی راجع به اون قضیه نباشه، ما هیچ درکی از اون مسئله پیدا نمی کنیم و اصلا نمی بینیمش. این خیلی مهمه، این که اصلا متوجه وجودش نمیشیم. اگه در من المانی شبیه به اون نباشه، این که حالا چند جای مثنوی هم گفته، حالا
تو دفتر اولم داشتیم که میگه عیب باشد که نبیند جز که عیب. خب این تا اینجا. پس لازم است من به خودم نگاه کنم، مولانا میگه ببینم که این جذبی که من دارم میشم چیه که داره منو جذب میکنه. آیا اون بارگاه و آستان پاک است یا یه چیزای همجنس خودمه؟ حالا میفرماید یه مطلب دیگه، چشم چون بستی تو را جان کندنیست، چشم را از نور روزن صبر نیست. چشم چون بستی تو را تاسه گرفت، نور چشم از نور روزن کی شکفت یا کی شکیفت، همون که در بالا هم داشتی. تاسه تو جذب نور چشم بود، تا بپیوندد به نور روز زود. میگه که ما اگه چشمامونو ببندیم مدت زیادی نمیتونیم چشمامونو بسته نگه داریم، به غیر از حالت خواب که به کل این سیستم ذهن ما میخوابه، ولی اگه بیدار باشیم ما، همین بیداره که ما میفهمیم چشم بسته یه مدت که گذشت بیتابیم که چشممون رو باز کنیم. پس چشم چون بستی مثل جان کندن میشه بعد این مدت برای، و چشم را از نور روزن یعنی نوری که وارد چشم میشه صبر نیست. هی دلت میخواد چشم تو باز کنی. چشم چون بستی تو را تاسه گرفت. تاسه یعنی یه حالت التهاب و نگرانی و ناآرامی. الان هم این کلمه تو بعضی نقاط ایران مثلا کردستان استفاده میشه، به همین صورت که میگن اگه بگه تاسه گرفت یعنی یه طوری حوصله‌ام سر رفت، کلافه‌ام. خب میگه چشتو ببندی کلافه میشی، و نور چشم از یعنی خود چشم تو مثل اینکه از نور بیرون شکیبایی نداره. وقتی که بسته چشت هی دلش میخواد باز بشه و اون نور بهش برسه. این دوتا بیت این همه تقریبا میگه تاسه تو یعنی این نگرانی نگم، همین کلافگی، این کلافگی تو برای جذب نور بوده، برای چشمه، جذب نور چشمت بود، تا بپیوندد به نور روز زود. پس سه بیت راجع به چشم فیزیکی ما، همین چشم سرمون گفت که چطور وقتی بسته میشه و نور بهش نمیرسه این کلافه میشیم. حالا بیت بعدی از اون مثال فیزیکی نتیجه میگیره، میگه که چشم باز ارتاسه گیرد مر تو را، دان که چشم دل ببستی برگشا. میگه حالا اگه چشات بازه مثل همین الان که ما همه چشمون بازه، میگه بازم کلافه ای، بدون که چشم دلت بسته است، باید اونو باز کنی. چشم باز ار تاسه گیرد مر تو را،
دان که چشم دل ببستی، برگشا. آن تقاضای دو چشم دل شناس، کو همی جوید زیای بی قیاس. میگه تاسه‌ای که گرفتی کلافگیت رو تقاضای دو چشم دلت بدون، مثل اینکه چشم دلت داره به تقاضا میده. تقاضای چی میده؟ اون دلش برای چی تنگ شده؟ چشم سر گفت برای نور روز، همین نور آفتاب و خورشید. چشم دل دلش برای چی تنگ شده؟ برای چی بیتابی میکنه؟ تو مصرع بعد میگه کو، یعنی که او، چشم دل همی جوید زیای بی قیاس. زیا رو دفعه پیشم عرض کردم، نور داریم و زیا. نور از خودش نیست ولی زیا.